به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز با آموزش پیل های سوختی اکسید جامعه در خدمت شما هستیم امیدوارم که این آموزش هم مثل آموزش های دیگر مجموعه فرادرس براتون مفید و مؤثر واقع شده باشه و در انتها از انتخاب ما و این آموزش رضایت شما عزیزان رو کسب کرده باشیم دوستان عزیز میخوام سریع وارد بحث آموزش بشم یه توضیح مختصری میدم در مورد اینکه ما قبلا هم یک آموزش مفصلی در مورد تعداد زیادی از انواع پیل های سوختی با شما دوستان داشتیم برای اینکه یک پس زمینه ترمودینامیکی و یک کلیاتی در مورد پیل های سوختی بخواید داشته باشین بعد نیست که اون آموزش رو هم مورد توجه خودتون قرار بدین و اون رو هم تهیه بکنین چون یه سری مباحث پایه رو دیگه ما در اینجا بهش نخواهیم پرداخت بس حالا ممکنه یه اشاره‌هایی بهش بشه و ازش سریع رد بشیم خب دوستان عزیز این آموزش در حدودا هفت قسمت تهیه شده در بخش اول ما یک مقدمه ای رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد بخش بعدی در مورد نحوه عمل کرده پیل سوختی اکسید جامد صحبت خواهیم کرد بخش بعدی اجزای پیل سوختی اکسید جامد هست که سه بخش کلی هستش اینها رو معرفی خواهیم کرد در فصل بعد طراحی ویژه و همچنین آرایش استک پیل سوختی اکسید جامد و نهایتا بعدش عمل کرده پیل سوختی اکسید جامد عمل کرد شامل پارامترهای های ترمودینامیکی تاثیر گذار بر پیل سوختی مانند دما و فشار بررسی خواهد شد در بخش بعد سیکل ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد معرفی خواهد شد طراحی سیستم های مدرنی که امروزه استفاده میشه ازشون اونها معرفی خواهند شد و نهایتا در انتها پیل سوختی دما متوسط هم برای دوستان ارائه خواهد شد خب بپردازیم به مقدمه آموزش پیل سوختی اکسید جامد یک نوع پیل سوختی هستش که کاملا تمام اجزاش میشه گفت در حالت جامد قرار دارن و هیچ گونه جزء مایعی مثل مثلا پیل سوختی کربن گداخته یا اسید فسفریک در اینجا وجود نداره الکترولیتش یک الکترولیت سرامیکی هستش که یون او دو منفی از طریق این الکترولیت از سمت کاتود به سمت آنود مهاجرت میکنه خب به خاطر همین استفاده از اجزای جامد در پیل سوختی اکسید جامد این نوع از پیل های سوختی مفاهیم و کانسپت نسبتا ساده تری دارن یعنی تنها ما دو تا فاز نهایتا تو اینها داریم یا فاز جامد داریم یا فاز گاز داریم فاز مایع وجود نخواهد داشت چون اصلا واکنشگرها اون مثلا مایه نیستن اگر هم بودن به دلیل دمای بالای این پیل سوختی که از 800 تا 1100 درجه متغیر هستش میرفتن در فاز گاز یا بخار قرار می گرفتن سیستم مدیریت الکترولیتی که در پیل های سوختی کربن گداخته و همچنین فسفوریک اسید ما داشتیم اونجا در اونجا ما یک مشکل مدیریتی داشتیم که در پیل های سوختی اکسید جامد این مشکل وجود نداره چون اصلا دیگه ما الکترولیت مایی نداریم برای مثال در پیل سوختی کربن گداخته ما الکترولیتمون یک ترکیب قلیایی بود که این به صورت فاز مایع وجود داشت پیل سوختی فسفوریک اسید هم طبق اونچه که در آموزش پیلهای سوختی قبلا اشاره شد به دوستان عزیز یک الکترولیت به صورت یک ساختار متخلخلی هستش که اسید فسفوریک در اون اون شبکه قرار گرفته است که آن اون شبکهش هم سیلیسیوم کاربید بودش دمای عملیاتی این پیل سوختی دماش بالاتر از بقیه پیلای سوختی هست در واقع نیازی به کاتالیس های گران قیمتی هم نداریم اون کاتالیس هایی که برای مثال در پیل سوختی پی ای ام پروتون اکشنج ممبرن استفاده می شود کاتالیس پلاتین مثلا استفاده می شود. دیگه در اینجا مورد نیاز نیست همانند پیل سوختی کربن گداخته هم از هیدروژن میتونیم به عنوان سوخت در آنود استفاده کنیم و هم از کربن مونوکسید میتوان در اون استفاده کرد حالا ما وقتی که گاز در واقع متان رو میام ریفورمینگ انجام میدیم و تبدیل میشه به گاز سنتز که همون h و سی او هستش خب این در واقع داره این نکته رو به ما میگه که اگر ما بیام ریفورمینگ انجام بدیم و هاشت و سی او تشکیل بشه باز این هاشت و سی او هیچ گونه ایرادی نداره جفتشون هم میتونن به صورت همزمان اگر یک سیستم در واقع یک پارامترهای خوبی تعیین بشه به صورت ترمودینامیکی و سینتیکی در قسمت در واقع آنود از هر دوی اینها میتونیم ما بهره ببریم برای راه اندازی پیل سوختیمون همچون پیل سوختی کربن گداخته در پیل سوختی اکسید جامد یون منفی داره از سمت کاتود به سمت آنود مهاجرت میکنه خب این یون منفی در اینجا یون او دو منفی هستش که در واقع یون همون سوپر اکسید هستش در پیل سوختی کربن گداخته این یون یون سی, او سی دو منفی بودش یون کربنات بود که از سمت کاتود به سمت آنود مهاجرت میکرد و نهایتا در سمت آنود آب در حال تشکیل خواهد بود برخلاف پیل های سوختی پروتون اکسچنج ممبرن که در اونجا در واقع هیدروژن اکسید میشد در سمت آنود و یون اچ مثبت به همراه تعدادی مولکول آب از طریق قشا حرکت می کرد به سمت کاتود در اونجا با مولکول اکسیژن واکنش میداد و نهایتا آب تشکیل شد در اونجا در واقع اینو میخواستم بگم که آب در سمت کاتود تشکیل میشد اما در اینجا آب در آنود تشکیل میشه بنابراین سیستم های مدیریت آبی که برای این پیل های سوختی مد نظر هست کاملا متفاوت با پیل های سوختی پروتون اکسچنج ممبرن خواهد بود توسعه اولیه پیل سوختی اکسید جامد به سال 1899 برمیگرده که یک شخص ناماشنایی به نام نرنس که ما این رو در واقع معادله نرنس رو قبلا داشتیم قبلا هم تو بحث الکتروشیمی اینها رو مطرح کردن دوستان و هم ما در آموزش پیل سوختی که قبلا با دوستان داشتیم در اونجا توضیح دادیم معادلش رو که به چه فرمی هست این شخص و این نفری بود که اومد از زیرکونیا که یک در واقع سرامیک هستش یک اکسید فلزی هستش که به اکسیدهای فلزی سرامیک میگن استفاده کرد و بهره برد در واقع از این سرامیک و از این خاصیتش استفاده کرد که این سرامیک دارای خاصیت هدایت کنندگی یونی هستش یعنی یون اویدو دو منفی میتونه از ترون این عبور کنه امروز تر واقع میشه گفت تمام پیل های سوختی اکسید جامد از زیرکونی هایی که حالا به اون یک مقدار با افسودن ایتریا یا اوتریا که این هم باز یک سرامیک دیگه ای هست وایدو او 3 الکترولیت از این ساخته میشه یعنی با افزودن مقداری وایدو او 3 زیرکونیا حالت استابلایز پیدا میکنه و این به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامع تلقی میشه خب در دماهای بالاتر از 800 درجه سانتیگراد زیرکونیا یا زد ار که اینجا معرفی کردیم به عنوان حادیه یون عمل میکنه و پیلای سوختی اکسید جامد امروزی دمای عملیاتی که دارن بین 800 تا 1100 درجه سانتیگراد است خب این دمای 800 تا 1100 درجه سانتیگراد بیشترین دمایی است که برای پیلای سوختی عملیاتی تا به حال گزارش شده یعنی این پیل سوختی بیشترین دمای عملیاتی رو به خودش اختصاص داده همین بالا بودن دمای عملیاتی میتونه باعث یک سری مسائلی بشه یعنی هم ممکنه یه سری مشکلاتی رو به وجود بیاره همین که در واقع یک امتیاز رو برای ما داشته باشه مسئله و چالشی که پیش روی این پیل سوختی هست خب دما بالاست دمای عملیاتی بالا هستش نیاز به کانسترکشن خیلی خب پیچیده داره ممکنه و همچنین موادی که استفاده میشه برای ساخت متریالی که استفاده میشه خب باید یک سری شرایط رو در واقع در اونجا لحاظ کنیم همچنین یک امتیاز هم تلقی میشه این دمای بالا. زیرا گازهای خروجی از این های سوختی میتونن بعدا در یک توربین گازی یا بخار مورد استفاده قرار بگیرن مجددا با توجه به نوع پیل سوختی که حالا در اونجا ما آب داشته باشیم یا نداشته باشیم در قسمت آنودش. خب در اینجا شماتیک پیل سوختی اکسید جامد رو میخوایم رسم کنیم. واکنشان که انجام میگیره در سمت آنود و کاتودش و اینکه خب در سمت آنود هیدروژن و کربو مونوکسید بتونن مورد استفاده قرار بگیرن و در اینجا بحثش خواهیم کرد خب این یک پیل سوختی اکسید جامد هست که از سه قسمت تشکیل شده اما پیل سوختی در حالت عمومی خودشون سه قسمت کلی دارن آنود الکترولیت و کاتود که حالا اینها بر روی هم قرار گرفتن خب اینجا آنود ما هست محله اکسایش هست کاتوت هست و نهایتا در وسط هم ممبرن یا حالا در حالت کلی بخوایم بگیم الکترولیت قرار گرفته الکترولیت ماده ای هستش که هدف از استفاده از اون انتقال یون هست نه انتقال بار الکتریکی خب واکنشی که در آنود اتفاق میفته اگر فرض کنیم که در آنود ورودیمون مثلا هایگنج مثلا به ورود نظر بگیریم پاش هستش خب پاش دو میبایستی با یون او دو واکنش بده و تشکیل آب بده زمانی که ما از هیدروژن استفاده کنیم به عنوان سو برای موازنه م. یه دو هم میذاریم و چهارت الکترون که این چهارت الکترون به وسیله یک مدار خارجی از اینجا خارج میشه میره به سمت کاتود در سمت کاتود اکسیژن بایستی با چهار الکترونی که از سمت آنود مهاجرت کردن اومدن به این سمت تشکیل یون سپر اکسید رو بده او منفی خب یون اوید دو منفی از طریق الکترولیت می مهاجرت کنه بره به سمت آنو در اونجا واکنش دوباره تکمیل میشه و نهایتا این چرخه هی پیدا میکنی تا اینکه واکنشگرهامون تموم بشن یعنی ورودی اون بشن خب این برای حالتی است که ما از هاشتو به عنوان سوخت در قسمت آنود استفاده میکنیم اگر همین در واقع پیل سوختی رو داشته باشیم و به جای هاش از این دفعه برای مثال سی او استفاده کنیم یا حالا من فقط آنودش رو اینجا رسم میکنم و بقیه شو دوستان خودشون متوجه خواهند شد که همون هستش یعنی کاتود و الکترولیتش همون هست فقط آنودشه که به جای هاش از سی او استفاده میکنیم سی او به اضافه او دو منفی میده سی او دو به اضافه الکترون منفی خب با موازنه جرمی اگر بخوایم انجام بدیم و با کاتوت هم در واقع در نظر بگیریم همزمان یک چهار اینجا باید قرار بدیم و برای بقیه اجزا هم باید دورو قرار بدیم برشون خب اگر ما از سی کربن مونوکسید به عنوان سوخت استفاده بکنیم خروجی پیل سوختیمون کربن دی اکسید خواهد بود از سمت آنودش خب این میتونه به لحاظ زیست محیطی بر ما خوشایند نباشه زیاد اما وقتی که از هیدروژن استفاده میکنیم خروجیمون آب هستش که به لحاظ زیست محیطی هم کاملا سازگار با محیط زیست است و مشکلی نخواهد داشت خب این از عملکرد کلی یک پیل سوختی اکسید جامد که به چه شکل هست یعنی واکنش که میفته بود. درونش به چه ترتیبی هستش خب یه توضیحات کلی در مورد آنود و الکترولیت و کاتود همینجا داده میشه خدمت دوستان و بعدش نیپردازیم به صورت حالا تخصصی تر وارد هر مبحث میشیم و توضیحات رو اونجا خواهیم داد. آنود پیل سوختی اکسید جامد معمولا یک آمیزه از فلز و سرامیک است. این آمیزه از فلز و سرامیک حالا اصطلاحاً سرمت گفته میشه. به این شکل. سرمت از هر کدوم نصفش رو برداشتن دیگه سرامیک، متال از هر کدوم بخش اولش رو برداشتن سرامیک متال است که آلیاژی آمیزی از فلز و سرامیک هستش خب سرامیکش همون زیرکونیا هستش و فلزش معمولاً نیکل هستش نیکل رو برای این انتخاب کردن که در میان بقیه گزینههایی که مد نظر است برای این منظور از هدایت الکترونیکی بهتر و بیشتری برخورداره و همچنین پایداریش تحت شرایط اکسایش کاهشی شدیدی که در آنود و کاتود داریم در اونجا خیلی پایداری خوبی داره حضور نیکل همچنین میتونه به عنوان یک کاتالیست درونی که برای ریفورمینگ مورد استفاده قرار میگیره باز حائز اهمیت و فایده باشه چون برای فرایند ریفورمینگ معمولا از کاتالیست های نیکل استفاده میشه و بنابراین میتونیم مستقیما فرایند ریفورمینگ رو در قسمت آنود اکسید جامد انجام بدیم چون هم به عنوان کاتالیس ریفورمینگ مورد استفاده قرار میگیره هم به عنوان کاتالیس خود واکنش هاشتو به اضافه در واقع اویدو منفی که تبدیل میشد به هاش او میتونه مورد استفاده قرار بگیره موادی که برای کاتود استفاده میشن از چالش های بیشتری برخوردار هستن چون میبایستی یک عنصری رو مثل اکسیژن رو تبدیل کنیم به یون سوپر اکسید خب این نیاز به کاتالیز خیلی خاصی داره در ابتدا در روزهای نخستی که پیل سوختی اکسید جامد مورد توسعه قرار گرفته بود از فلزات نجیب استفاده کرد حالا فلزات نجیب مثل مثلا طلا و پلاتین و پالادیوم و این عناصر اما خب به دلیل اینکه هزینهشون خیلی زیاد بود و خیلی گران قیمت بودن دیگه از اونها استفاده نشد بسیاری از کاتودهایی که برای پیل سوختی اکسید جامد استفاده میشه امروزه از اکسیدهای های هدایت کننده الکترونیکی استفاده میشه یعنی خاصیت هایی که در این مواد وجود داره اینه که هم هدایت کننده یون هستن و هم یا ممکنه به صورت دوگانه هدایت کننده الکترونیکی و یونی باشن خب هدایت کننده الکترونیکیش که مسلمه کاتود میبایستی به لحاظ الکترونیکی یا به الکترونی هادی باشه و هدایت پذیری یونیش هم میتونه باز مفید باشه زیرا قرار اکسید کننده که همون اکسیژن هستش در قسمت کاتود واکنش بده و تبدیل بشه به یون اوید و منفی این یون اوید و منفی در قسمت لایه نفوذ گازی میخواد راحت نفوذ پیدا بکنه و بنابراین اگر هدایت پذیر باشه به لحاظ یون اوید و منفی باز میتونه مفیدتر باشه معمول ترین ماده که برای کاتود همین نوعی که گفته شد به لحاظ دوگانگی در واقع اداد پذیر باشه هم یونی و هم الکترونی معروف ترین نوع کاتود لانتانیوم منگانیتی هستش که آغشته شده به استرانیوم هستش برخلاف پیلای سوختی کربن گداخته پیل سوختی اکسید جامد نیازمند بازیافت کربن دی اکسید نیستش که بحثش رو قبلا کردیم همین عدم نیاز به بازیافت کربون دی اکسید منجر به سادگی ساختاری و فرایندی پیل سوختی اکسید جامد شده است. عدم حضور کربون دی اکسید در قسمت کاتود به این معنیه که ولتاژ مدار باز به همون فرم ساده که بر طبق معادله نرس به دست می اومد قابل محاسبه هستش. اما با این حال یکی از معایب پیل های سوختی اکسید جامد حالا ما گفتیم میتونی یک امتیاز هم باشه اما یکی از معایبش بالاتر بودن دمای عملیاتی هستش بالاتر بودن دمای عملیاتی یعنی پایین تر بودن گرمای تشکیل آب یا پایین تر بودن انرژی گیبس تشکیل آب خب این به لحاظ علامت در واقع مقداریش علامتش منفیه اما مقدارش کمتر میشه چون مقدار مطلقش برای محاسب ولتاژ ولتاژ در واقع ایدال مورد نیاز هستش خب همین موضوع کم بودن مقدار مطلق انرژی گیبس تشکیل آب باعث کاهش ولتاژ مدار باز یا OCV اون به میزان 100 میلی ولت خواهد شد. در واقع این 100 میلی ولت وقتی هستش که شما بیاین مقایسه کنید بگیم پیل سوختی اکسید جامد مثلا در دمای هزار درجه سانتیگراد اپریشن داشته باشه پیل سوختی کربن گداخته مثلا در دمای 650 درجه سانتیگراد اختلاف ولتاژی که ناشی از این اختلاف دما هستش میشه مثلا 100 میلی ولت. این موضوع باعث باز کاهش باز، بازدهی باز، 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 پیل سوخته اکسید جامد خواهد شد.